سایر اعضای هیئت محترم، دو تن از برادرای عزیز و گرامی ما، محترم دکتر سید لفرایی وزیر دولت در امور خارجه و برادر محترم ما غفورزی سید معین وزارت خارجه صحبت می کنند. حال برادی که از مهمانای عزیز بشنویم، از برادر عزیز و گرامی خود محترم دکتر سید لفرایی خواهش می کنیم تا صحبت را با شما آغاز بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از برادر محترم و گرامی ما دکتر سید و صحبت ارزشمند شما اظهار تشکر و قدردانی می کنیم. حال از برادر محترم غفورزی سید معاون وزیر امور خارجه که چند قبل در اجلاس سالیانه سازمان ملل به نمایندگی از دولت اسلامی افغانستان شرکت نموده بودند و ضمناً به حیث نماینده خاص رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان در گرد همایی کشورهای غیر منسلک در کولومبیا شرکت کرده بودند، تقاضا می‌کنیم که ضمن صحبت پیرامون مسائل داخل کشور، پیرامون نشست و جلساتی که در کنفرانس‌هایی که اشتراک کرده بودند، پیرامون نتایج هم نسبی اگر برادر را در جگم بگذارن خوش میشیم. خداوند بفهمد برادر محترم غفورزی سید، با ناره های تکبیر ازشون بدرقه میکنیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران مثال عزيز وغرامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برمام جاي بسيار مسألات هسكي يكيد از برادران مثال گرامی و عزیز خدا که در طول سالهای جهاد در 14 سال با هم در این فعالیت‌های دینی و فعالیت‌های جهادی در مساجد یک جا بودیم، پس از یک مدتی می‌بینیم. شما اطلاع دارین که تقریبا در حدود 6 ماه قبل یا تقریبا 7 ماه میشه ما به اساس امر برادرها در وطن به خدمت حاضر شدم و رفتم به کابل و این مدت را به اوجش با وزارت خارجه همکاری کردیم و همیاران در خدمت قرار داریم. خداوند بخواهد پس فردا به امید خداوند پس حرکت میکنم طرف وطن. هدف از حاضر شدن به خدمت ما میخواهیم به شما عرض بکنم این بود که وقتی که من اوضای کشور خود را، وطن خود را و حالت را که مردم افغانستان در او قرار دارم، نیات و اهداف اصلی تمام قوتهایی را که در جامعه امروز افغانستان مطرح هستن ارزیابی کردم. نیات و پروگرام های دولت، نیات و اهداف و پروگرام های برادرهای را که در جبهه مخالف دولت امروز قرار دارند، اهداف و مرام های بیرون سرحدات افغانستان وقتی که ارزیابی کردن مطالعه کردن، حاضر شدن برای خدمت به افغانستان و مردم افغانستان، وطن ما، مادر ما، خاک ما، اتر زمین آبایی و اجدادی ما و مدفن و مقبره آبا و اجداد ما را، من یک مسئولیت و واجبه ایمانی و فرض دارستم. در پیش از رفتن به کابل مطالب مختلف گفته میشد و من بسیار شکرگزار هستم به خدای بزرگ که همون تک فرصت برای ما میسر ساخت که من
حوزه را به حیث یک شاهد دائمی از نزدیک دیدم. خب به حیث یک کسی که به هیچ یک از تنظیم جهادی وابسته نبوده. این کدام افتخار بسیار بزرگ نیست که آدم بگه چرا ما وابسته نیستم. خب افتخار یاد بکنه که ما وابسته نبودیم. خب البته اما شکل خدمت و نحوه خدمت را که میتونستم برای برادرای مجاهد خود عرضه بکنم، اما متقاضی همی بود که اگر من با یکی از تنظیم های سیاسی جهادی وابستگی رسمی نداشته باشم میتونم در خدمت همشان باشم. چنانچه این طول 14 سال در خدمت چند بودیم. بنابراین من به حیث یک شخص غیر تنظیمی با تجارب بسیار محدود در این صفحات مسائل سیاسی و بین‌المللی که او هم از اون برکت آب و خاک و پول وطن که سر ما خرج شده بود یک مدت تقریبا که جمع نال کنیم 24-23 سال در وزارت خارجه با اسم امور کجر وزارت خارجه کار کردیم، من اگر لازم دانستم که بریم اونجا به خدمت وطن خود بگذاریم. یکی از چیزهای بسیار اساسی و اصلی که به پیش ما مطرح بود همین بود که آیا همین ادعای را که همین اتهام را که مردم در برابر دولت وارد میدانند که همین زواما به هیچ وجه دلیحیت و شرایط آماده به انتقال قدرت نیستن و اینا قدرت طلب هستن، اینا چوکی را دوست دارن، اینا قدرت را دوست دارن، همین را میخواستم ببینم که همین به کدام سطح قرار دارد. از شخص استاد ربانی گرفته تا با استاد سیاف تا عمر سید مسعود تا برادرهای مربوط حرکت و برادرهای مربوط وحدت اکبری سید و محسنی سید جاوید سید اینا همه بر روزها همشان چشتیم صحبت کردیم گفت شدیم بامرای ملل متحد در سطوح مختلف تماس بوده. من فکر میکنم که من در موقعیت این شاید باشم که برای شما امیر بگویم که آیا دولت در این وعده خود برای آماده بودن برای انتقال قدرت بر کدام حد صمیمیت دارد. من پیش از اینکه از این مطلب پیشتر برم، من قسمی که در مجالس گذشته هم گفتیم که برای یک مسلمان وقتی که سر مسئله مربوط به سرنوشت و حیات و ممات یک ملت، یک ملت مسلمانه که سخت در معرض ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفته قضاوت میکنه، باید هر وقتی که سر این مسئله گپ میزنه یک چیز باید داشته باشه که این زندگی امروز یک زندگی بسیار کوتاست و ما و شما همه به پیش پروردگار ثبت شده نیستیم و امروز از اعمال خود، از حرکات خود، از تصمیم‌گیری‌های خود، از اظهارات خود کلمه کلمه به پیش خداوند جاوگو است. و در اون وقتی که باز نه استاد ربانی است، نه استاد سیاف است، نه حکمتیار است، نه عطل فیض است که ما رو اوجه شفاعت بکنه، اونا هم در قالب هم مثل بنده های عاجز خدا به پیش پروردگار جواب میگن از اعمال دنیایی. شما اگه قبول بکنید که ما به تمام درک مسئولیت و آگاهی از سنگینی مسئولیت به شما عرض میکنم که اگر من در این مطالعات خود مداخله خارجی در سطح بسیار برهنه و بیشرمانه در امور وطن ملک خود ما نمیدیدم، شاید من گفتم که برادران باید بر روی یک فرمولی که در روی همه ملت سهیم باشن باید یک موافقه شود دیگه تا با که انتقال قدرت رو تأخیر بردن. ما دو اختیار دیدم. اول اینکه عامل اصلی و اساسی تأخیر در انتقال قدرت به خارجی بود و دوم اینکه شرایط به انتقال قدرت به اون حد نیست که ملت افغانستان انتظار داشته باشه از دولت که فورا به انتقال قدرت بکنه. من قصه برتان بکنم دیگه این موضوع آمد باید هم یه برتان بگویم. من یه روز شده بودم اون رای عمر سید مسعود، من گفتم آمد سید من یک سوال از پشت دارم بگویم چی میگه؟
مقصود فرض بکنی که کمیسیون انتقال قدرت ملل متحد میگه که کمیسیون تیار شده و این کمیسیون قدرت انتقال بده. فرض بکنید همین میکانیزم رو ما گفتیم پیشنهاد کردیم که برای اینکه این کمیسیون یک کمیسیون باشه که واقعا نمایندگی تمامیات مردم افغانستان بکنه، واقعا یک کمیسیون مشروع باشه، یک کمیسیون باشه که تمام قوتهای مطرح امروز در اون سهم داشته باشه. همین شرایط رو که شما میگیم همین شرایط رو قبول کردن باز چی میشه؟ تونو مثلا یکت گفت که منظور تیز که باز ما کدام تابچالی دیگه باز پیش میکنیم ما کتیم جا به زیر میخواییم باز بودیم ما رو گفت که آقای غفوزه که به تمام صداقت برد میکنم ما رئیس یک مرد رئیس یک مجاهد برد میکنم اول خمام ترکیب ملت افغانستان وقتی که میبینیم و می هر طرفی که ملت متحد بره باز اکثریت به طرف میره که و از حق و از افغانستان، آزادی افغانستان، حاکمیت ملی افغانستان دفاع کرد. گفت فرض کن که با مدر سیمایش همی سمیلت دیدیم که یادم در این جفت خود در این حرف خود صادقه. گفت که فرض بکن که ما در اون اکثریت نبودیم. امیر اکثریت یک کس دیگه بود. گفت ما به سفر همه تکت گفت ما به اراده ملت تسلیم هستیم. گفت ما تا وکی امیر بچه های عبده و هجدره به خاطر 15,000 افغانی ما قربانی بدیم. گفت خود فهمیده نمیتنیم. او رو خدا میفهمه که بر ما اول میرن که فلانه مجاهد فلانه بچه در فلانه سنگر شهید شد و من تا وقتی که این جنازه زیره بعد فامیلش در پنچهر انتقال میتم یا به کافیسان انتقال میتم یا پروان خدا میدانه و من میفهمم که چقدر من سخت هم میشه و من میفهمم که سر این سخت هم من میفهمم که سر فامیلش چقدر سخت هم میشه کی بچیش برای دفاع از خاک خود وطن خود دفتر این چند باید اون جنازه شو بخانش میرم گفت من اینجا بر تمام صداقت میرم که اگر ملل متحد واقعا دست خارج قطع کنه و ما را در این مملکت ازی قرار بده که ما افغانها در خود بشینیم همین که قدرت از پیش ما بره به کس دیگه و من با میرازه ملت تسلیم است ما وقایع مختلف در طول این مدت 6-7 ماه تیر شد از سطح سیاسی مداخلات گرفته تا به جاسوسی که ما 5 نفر اسنادشان همینجور ویدیوهای 6 ماه برای جناب محترم امام محترم مسجد ما جناب حاجی صاحب اکبر تقدیم میکنم و هر برادر خواسته باشه از او کافی بگیره شما ببینیم که جاسوسای پاکستانی اعتراف کردن خودشان که ما به می وظیفه روان شده بودیم از طرف فلانه نفر از من مربوط به فلانه قطعه هستم و به این قوای هوایی پاکستان هستم من از این منطقه آمدم به اینجا آمدم این وسایل به پیش بود وظیفه این من می بود یک شیز پیش وزارت دفاع گرفته شد دو تا شیز پنچه گرفته شد چیزهای امراض نه وقتی که پرسانش کنید برادر تو کیستی که من متعلم هستم دمرای چیز و تمام اسنادش به شما هست هر برادری خواسته باشه به این هم اسنادش باشه باشه نشان بده تلفون هاست که چنگرف می پرتر سر لینا می کنید کلیدهای مستر کلیه هاست دالر هست پیسه های افغانی هست یکی همی پنجری مختلی مرتبه که اوایش می کشه از این چیز هست اسناد معصقی که او رو که ساخته نمی تنه مثلا مورا رو ساختن که پاسپورت و ویزه ها رو ویزه آلمان و کجا و کجا رو خودش هم می سازن همی مورش هست به لاهور به دکان ساختن که مور همی خود رسید لاهور هست این خود افغانستان ساخته نمی تنه دو فرمان یک مرجع بین ملی امیر ببره به لاهور با اون دوکان که ساخته ریکاردش ببینه که امین رسید نمبر چند امیر از طرف تو ساخته شده یا نشده پاسپورت های جعلی اسنادی که تمام نمره های جنرال حمیدگل تمام نمره های آیسای طلا فروشی ها دیلرهای اسلحه دیلرهای مهمات یک متعلمی به کار چی میکنه به همراه ده ها سند دیگه ما اینه به کل دنیا کشتیم زادرها شما ببینیم که ما کدام اتهام باید بر ناحق بر پاکستان وارد نمی کنیم شما باید بفهمیم که در این وزارت خارجه این دفتر سه برسن ماست خط اول آجنده کار ما در وزارت خارجه این نمیست که ما دوستی که پاکستان پاس ترمیم بکنیم